یکی از دخترامون برای اولین بار فرار کرد از مؤسسه. ما همچه کاری نداریم. در تاریخ 55 سال هیچ کسی فرار نکرد. این فرار کرد. بعد از اینکه دنبالچی گرفتن معلوم شد که یه پسری رو دوست داره، با اون رفته. گشتن تا صبح پیداش کردن. وقتی من فهمیدم، گفتم هیچکی با این حرف نزنه. هیچ چی بهش نمیگه. بد کرده خوبی خود من. صبح رفتم دفتر. وقتی اومد وارد دفتر شد، در زیاد سلام نکرد، گفت به اون خدایی که منو خلق کرده، من گناه نکردم، اشتباهم نکردم. فکر نکنی من با این جوان رفتم، من کاری نکردم. یعنی ببین چجور با بیا تو بیا بیش. خب تو بگو چرا رفتی؟ گفت من که من اینو دوست دارم. خب چرا نمیگی؟ کی بهت گفته دوست نداشته باش؟ مگه دوست داشتن زشته؟ دوست داشتن خیلی زیباست، خیلی قشنگه. خب حالا گفت آخه پدر این پسر منو نمیخواد، برای اینکه من فقیرم. گفتم که نه، اگر پسر تو رو میخواد، من تو رو با این ازدواج میکنم. تو به من قول بده، الان 2 ماه مونده به آخر سال، درس رو تموم کن، مدرک داشته باشی، من با این پسر صحبت میکنم. گفتم که فرستادم پی پسر روز دیگه اومد. گفتم تو این دختر دوست داری؟ گفت حتما. گفتم خب پس باشه ازدواج کن. من وسایل ازدواج همه رو برای دیگه میکنم. پدرم قبول نمیکنه. گفتم به پدرت چی کار داری؟ تو جوونی، مردی، برو خودت برای خودت ازدواج کن، زندگی خونی کن. نه من نمیتونم خودم زندگی رو اداره کنم، من با پدرم کار میکنم. حالا مهلت بذار تا ببینید چی میشه. گذشت 1 ماه خورده، دیدم اومده دستت رو با در میده. نه اومد تو دختره. گفت نگاه کن، این من دوست نداره، این میخواد سرگرم بشه. راست گفتی تو، من اینو نمیخوام. خلاص تموم شد. اون رفت به خودش، رفت به خودش. اگه اینو برداشته بودن کتکش داده بودن، اگه نمیدونم چی کارش کرده بودن، این میره ول میشد. اون میره ول میشد. تموم شد. تموم شد. اینا رو نمیشه برای مردم تعریف کرد. اونم تو ایران. چه نمیشه؟ چرا خوبه؟ میشه.